سلام، با یه رپورتاج دیگه در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب ما به ابهامات حادثه پلاسکو و سوالهایی که بعد از دیدن این فاجعه به وجود اومده میپردازیم. از حادثه پلاسکو بیشتر از یک سال میگذره و شما شهروند خبرنگاران مناطو با فرستادن ویدیوهای مختلف از ما خواستید به این حادثه و ابهاماتی که دربارش پیش اومده بپردازیم. متاسفانه در این حادثه 21 نفر از جمله 16 آتشنشان جون خودشون از دست دادن. خسارات مالی این حادثه هم 1500 میلیارد تومان حساب شده و بر اثر این سانحه 4000 نفر از کار بیکار شدن. امروز پنجشنبه 30 دی‌ماه ساعت 8:30 صبح ناختامون پلاسکو آتیش کرده. طبقه دهم برو قرآن بود نقدامون داره آتیش بگیره. فرمانده اعلام وضعیت بحرانی میکنم. اطلاع داده بود سپاه که ساختمون نخلیه کنید، منتها یک ساعت قبل از طول ریزشش. پایینم داره انفجار اتفاق میفته. اومد پایین. مجموعه شهدای آتش نشانی در نفت کوچولوهای این حادثه حد اکثر 25 نفر است. بگو شهرها برسونید، ما بی کسیم، ما آتش نشانا بی کسیم. با آقایون متفق القول هستیم که از وقتی که پروانه داده بشه ما انشالله 2 ساله اینو بسازیم. فاجعه سقوط ساختمان پلاسکو سوالات زیادی رو پیش آورده که بعد از گذشت بیشتر از یک سال هنوز پاسخ روشنی به اونها داده نشده. فاجعه پلاسکو ابعاد جدیدی هم پیدا کرده. عمل نکردن مسئولان به وعده هاشون برای جبران خسارت ها کسبه خشمگین رو به خیابون ها کشوند. بعد از گذشت ماه ها از این فاجعه هنوز وعده های مسئولان برای رسیدگی به وضعیت قربانیان عملی نشده و حتی صدای اونها در رسانه های داخلی کمتر شنیده میشه. ما باید این دردمونو به کی بگیم؟ میگن آقا با خبرنگارهای خارجی هم مصاحبه نکنیم، ولی کدوم خبرنگار داخلی اومد بگه آقا دردتون چیه؟ ای کاش صدای ما رو یکی میشنید. از ابتدای این ماجرا حرف و حدیث های زیادی شنیده شد راجع به قدمت ساختمان پلاسکو و آسیب پذیریش، اینکه مالکش کی بوده و در حال حاضر چه کسی مسئول این مشکلاته. پس بهتره قبل از هر چیز نگاهی به تاریخچه این ساختمان بندازیم. پلاسکو در سال 1341 در 17 طبقه و با ارتفاع 41 متر به عنوان یکی از مرتفع‌ترین ساختمان های تهران قدیم قد برافراشت. پلاسکو ساختمونی بود با اسکلت فلزی از جنس فولاد که از مصالح رایج در کشورهای پیشرفته هم عصر خودش ساخته شد. ساختمون پلاسکو به وسیله حبیب الغانیان ساخته شد. اون که از تاجران خوشنام کلیمی این دوره محسوب می شد، شهرتش رو دست کم مدیون دو چیز بود: موفقیت اقتصادیش و فعالیت‌های خیریش، حتی وقتی پای ساختن یک مسجد در می بود. مسجدی که به حسینی ارشاد معروف شد و محل سخنرانی های کسانی چون علی شریعتی و محمد مفتح، تئوریسین های انقلاب 57 شد. احتمالاً حبیب الغانیان در زمان اعطای این کمک ها فکر نمی کرد گروه هایی که در این مراکز مذهبی رشد می کنند در سال های بعد زمینه ساز انقلابی گسترده بشن. انقلابی که با اعدام و محاکمه شروع شد. حبیب الغانیان صاحب ساختمان پلاسکو هم گرفتاری یکی از همین محاکمات شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در اردیبهشت ماه سال 1358 تیرباران شد. کمی بعد از این واقعه ساختمان پلاسکو به تصاحب بنیاد مستضعفان در اومد. در ابتدا قرار شد که درآمد حاصل از این ساختمان تصاحب شده صرف مستضعفان بشه، که البته کسی از چند و چون اون اطلاع دقیقی نداره. اما مسئله مهم در اینجا اینه که بعد از این تصاحب بنیاد چه فعالیتی برای حفظ و نگهداری این ساختمون کرده.
نماینده های خود پلاسکو سالیان پیش رفته بودن اونجا، گفته بودن آقا شما به عنوان صاحب ملک نمیخواید به این پاساژ یه مقدار برسید، هیچ کاری نکرد، مجبور شدش که نماینده خودش تشکیل بده، شورا تشکیل بده پلاسکو، صاحب شورای ساختمون مثلا نظارتش، به عنوان یه مالک هیچ کاری نمیکرد، فقط ایشون یا اجارهش رو میگرفت یا اگه ملکی جابجا میخواست بشه 11% 12% از ما میگرفت. قسمتی از شکایت‌های کسبه از عدم رسیدگی بنیاد در مورد این ساختمان مربوط به شکل مالکیت پلاسکو بود. بر اساس گزارش‌های موجود، کسبه به دلیل عدم مالکیت امکان بیمه کردن واحد تجاری را نداشتند و وظیفه نگهداری ساختمان قانوناً بر عهده مالک اصلی یا بنیاد بوده که نه تنها به ایمنسازی ساختمان بلکه حتی به بیمه کردن ساختمان و مغازه‌ها هم اقدام نکرده. مشخص نبودن مسئول نگهداری از ساختمان زمینه‌ساز مشکلات متعددی برای نگهداری از ساختمان پلاسکو شد، مثل عدم وجود سیستم اطفای حریق یا وجود پله‌های اضطراری و غیره. اما صبح روز حادثه اتفاقات دیگه‌ای هم افتاد که مسئله رو پیچیده‌تر از یک آتش سوزی کرد. ساعت 7:58 دقیقه صبح شخصی با تماس با آتش نشانی خبر از یک حادثه میده. ساختمان پلاسکو آتش گرفته، طبقه 10 رو قرآن بود نقدامون در آتش بگیره. قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی، آتش اونقدر گسترش پیدا کرده بود که به مدت 3 ساعت و نیم نیروها در حال مهار آتش بودند. سیستم برق غیر استاندارد و وجود کپسول‌های گاز پیکنیکی در کنار انبوهی پارچه و مواد قابل اشتعال فاجعه‌ای رو در طبقات 10 و 11 ایجاد کرد که مهار اون رو بسیار سخت کرد. اما با تلاش پیگیر آتش نشانان بالاخره آتش برای ساعتی متوقف شد و دود سفیدی که برای آتش نشانان به معنی مهار شدن آتش ظاهر میشه. با امیدواری که به مهار آتش ایجاد شده، گزارشگر صدا و سیما که معمولاً باید خبرهای خوب رو اعلام کنه آماده اعلام گزارشش میشه. درست در زمان فروکش کردن آتش و بعد از پلاتو پایانی ما، حریق گسترده ساختمان پلاسکو تهران مهار شد. نگرانی اصلا برای شهروندان وجود نداره. دود گرفتگی و عملیات لحظه‌ای و عملیات پایانی هم در دستور کار قرار گرفتن. شما فکر می‌کنید ساعت دیگه با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که ساختمون ریخت، برو ساختمون، متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخت. برو اون بر متاسفانه همین لحظه ساختمون پلاسکو فرو ریخت. شهروندانی که شاهد این اتفاق بودند هم انتظار نداشتند آتشی که تقریباً مهار شده بود و در طبقات بالایی ساختمان بوده باعث سقوط پلاسکو بشه. داره میریزه ریخ وای. آتش نشانان هم بنابر تجربهشون انتظار این اتفاق رو نداشتن. اصلا هیچکی فکر نمی‌کرد که اون ساختمون بیاد پایین و بخوان تخلیه بکنن. خودمون هم اگه مثلا صحنه حادثه بودیم می‌رفتیم و حریق رو می‌خواستیم اطفا کنیم. تقریبا هیچ کس انتظار اون رو نداشته که آتشی که مهار شده و محدود به طبقات بالایی پلاسکو بوده باعث فروریزی ساختمون بشه. پس چرا این اتفاق افتاد؟ طبق معمول در ابتدا مردم شاهد پاسخهای متناقض مسئولان بودن. تناقض از اونجایی شروع شد که مسئولان در مورد انفجارهای قبل و همزمان با تخریبها صحبت کردند. بعضی با شتاب زدگی از مواد اشتعالزا صحبت کردند که مشخص نبود دقیقاً منظور از این مواد چیه. بعد از یک مرحله مهار آتش، دو مرتبه به خاطر همون انفجاری که در طبقه دهم به خاطر بحثای در واقع مواد مشتعل کننده ای که اونجا بود اتفاق افتاد. بعضی دیگه به طور مشخص وجود گازوئیل رو علت این انفجارها در طبقات بالایی دونستن. به اصطلاح مخازن گازوئیل داشتن در طبقات، نه در منفی زیر زمین، چون تأسیساتشون زیر زمینه. اونجا هست، هنوزم اون منبع گازوئیلی اون زیر زمین هست. اما خیلی زود روشن شد که اساساً گازوئیلی در ساختمان نبوده و علاوه بر این ساختمان اصلا به گاز شهری وصل نبوده تا انفجارها رو گردن گاز شهری بندازیم. نظریه دیگه‌ای که مطرح شد
وجود کپسول‌های گاز یا پیکنیکی‌هایی که در ساختمان وجود داشته. اما تصاویر انفجارهای بزرگتری رو نشون میده. یکی از مسئولان آتش‌نشانی تهران در این مورد نظر متفاوتی داره. پیکنیکی اصلا نمیتونه یه همچین ساختمونو بیاره پایین، یا مثلا منبع گازوئیل اصلا امکان انفجار نداره. یه بار که مهار شد اعلام هم کردن بعدن چی شد؟ نه مهار شد بعدن دوباره که آتش‌نشانی که داشتن کار میکردن یه انفجار شدیدی داخلشون رخ داد. به یک بار چند انفجار پیاپی بسیار شدید در طبقات بالای این ساختمون اتفاق افتاد، به گونه که تمام شیشه های 15 طبقه از هر چهار طرف متلاشی شده، حجمی از لباس ها و کالاهای تولید شده به بیرون پرت شد و ظرف چند ثانیه تمام 15 طبقه متاسفانه تخریب شد. بله، ولی واقعا چرا باید کسی مثل حبیب الغانیان اعدام بشه؟ مثلا چی جاسوسی میتونه برای اسرائیل کرده باشه؟ یعنی علیه رژیم پهلوی برای اسرائیل جاسوسی میکرده؟ هر چی آدم فکر میکنه با عقل جور در نمیاد. واقعا جای تعجب و تأسف داره، ولی در اون روزها خیلی بیگناه و حتی بدون داشتن وکیل مدافع دادگاهی و اعدام شدن. بگذاریم، در بخش بعدی برنامه برمیگردیم با در لحظات آخری دو سه تا انفجار بسیار شدید هم در طبقات بالای ایجاد شد و همون یکی از عوامل بسیار زیاد تخریب ساختمون بود. فاصله این سوال برای ما پیش اومد که چرا این ساختمون سقوط کرد. به بخش دوم برنامه خوش اومدین. بعضی از کامنت ها درباره حادثه پلاسکو نشان از بی‌اعتمادی شهروندان به گفته های مقامات رسمی و حکومتی داره. مثل کاربری که نوشته نمیتونیم گفته های مقامات رسمی و حکومتی رو بپذیریم. همه چیز مشکوک و ناباورانه است. و خیلی از شما هم سوال هایی رو کردین که ما در برنامه بهش پرداختیم. به خصوص گزارش های زد و نقیزی که بعد از این فاجعه در رسانه های داخل کشور مطرح شد. مثل محمد رضا که میپرسه از کی تا حالا گازوئیل میتونه آهن رو به حالت مذاب در بیاره؟ تا یک هفته بعدش بیل مکانیکی چنگ مینداخت و مذاب سر بیل میمد بیرون. و عده زیادی هم کلن به انفجار ساختمون پلاسکو مشکوک هستن. مثل حسن که نوشته قطعاً پشت پرده چیزهایی بوده. خیلی از شماها به بازندگان و برندگان این فاجعه اشاره کردین. شاهدخ نوشته بازنده آتشنشانهای بیگناه و فداکاری بودند که جونشون رو از دست دادن و مغازه‌دارانی که الان همه سرمایه‌شون نیست شده. بله، و در آخر کاربرانی که کامنت هاشون به یاد جان باختگان این فاجعه بود. مثل امین که نوشته بود روح تمام کسانی که در این حادثه جان باختن در آرامش باد، و ما هم همین آرزو رو داریم، آرامش روح جان باختگان و همدردی با بازماندگان فاجعه پلاسکو. اما سوال اینجاست که چطور یک آتش سوزی میتونه منجر به سقوط ساختمونی به این بزرگی بشه؟ در این مورد دو دیدگاه وجود داره، دیدگاهی که در گزارش‌های رسمی داخل گفته شده و دیدگاهی که به طور مستقل به وسیله بعضی از متخصصان مطرح میشه. دیدگاه اول که در دو گزارش رسمی اومده مدعیه که وجود موادی مثل پارچه و سیمکشی نادرست ساختمون و نبودن سیستم اطفای حریق استاندارد باعث وقوع این حادثه شده. یکی از این دو گزارش متعلق به مجلس شورای اسلامیه که ذکری از انفجارها نمی‌کنه و سقوط برج رو هم توضیح نمیده. گزارش دوم که به اون گزارش ملی پلاسکو گفته میشه بیشتر مشغول به دادن هشدارهای ایمنیه تا توضیح سوالهای حساس. فروریزی این ساختمان یک نارسایی انباشته شده در طول تاریخ چند دهه اخیر کشور درش تقصیر دارن و از این بابت باید همه ما بیدار بشویم. به طور خلاصه این گزارش تخریب رو اینطور توضیح میده. آتش در طبقات نهم و دهم باعث کاهش مقاومت سازه ساختمان که فولادی هست شده. به همین دلیل طبقات بالایی شروع به ریختن میکنن. این تخریب تا طبقات پایین ادامه پیدا میکنه و کل ساختمون تخریب میشه. سناریوی فرضی که توی این گزارش اومده نکات زیادی رو بی جواب میذاره. یکی از مهمترین ابهامات نقش انفجار هاست که این گزارش اون رو چندان جدی نمیگیره. چیزی که صدها نفر از شاهدان در صحنه وجود اون رو تایید میکنن. این گزارش اعلام میکنه که انفجارهایی که ما در تصویر میبینیم حباب آتش هستن.
که به صورت دود از پنجره ها به بیرون دمیده شدند. حباب آتش به حجم متراکمی گفته میشه که به خاطر فشردگی به صورت یک انفجار ملایم از یک فضا مثل این بیرون میزنه. طبق ادعای نویسندگان گزارش، اتفاقی شبیه به این در سقوط برج پلاسکو رخ داده. یعنی طبقات روی هم ریختن و حباب آتش از هر طبقه بیرون زده. اما چیزی که ما در تصاویر پلاسکو می‌بینیم، حجم قابل توجه اشیایی که همراه با انفجار به بیرون پرتاب میشن. چیزی که در انفجارهای قوی مثل این اتفاق میفته. گزارش ملی پلاسکو بیشتر از اون که روشنگری کنه، ایجاد ابهام میکنه. تلاش من برای تماس با نویسندگان این گزارش هم موفقیت آمیز نبود. بنابراین به سراغ گزارش دیگه ای رفتم که توضیح متفاوتی رو در مورد تخریب پلاسکو میده. این گزارش رو گروهی از مهندسان و معماران مستقل در آمریکا تهیه کردند که مستقل از دولت آمریکا عمل می‌کنند و پیشتر هم گزارش‌های جنجالی در مورد حادثه 11 سپتامبر منتشر کردند. با تد ولتر که یکی از اعضای این گروه در این مورد صحبت کردند. وقتی ساختمان پلاسکو سقوط کرد، ما به بررسی این اتفاق پرداختیم. و بلافاصله این سوال برای ما پیش اومد که چرا این ساختمان سقوط کرد. What caused that building to collapse? از نظر این گروه از متخصصان، گزارش رسمی دولت ایرادات اساسی داره. اول اینکه طبق ادعای گزارش رسمی، انفجارها باید ناشی از فرو ریختن سقف‌ها باشه. اما از نظر علم فیزیک، ریختن یک سقف روی سقف دیگه زمان مشخصی داره. ارتفاع هر طبقه، یعنی سقف هر طبقه 2.3 متر تا 2.4 متر با کفش فاصله داشت. و اگر شما حتی کند شدن فرو ریختن هر سقف رو حساب نکنید و فقط شتاب سقوط آزاد رو در نظر بگیرید، صرف 0.69 ثانیه لازمه که سقف هر طبقه پایین بیاد. بنابراین اگه مطابق نظر گزارش ملی پلاسکو فرض کنیم انفجارها ناشی از ریختن سقف یک طبقه روی دیگری بوده، فاصله بین انفجارها باید حدود نیم ثانیه باشه. اما طبق یک تحلیل صوتی که تد والتر و همکارانش بر روی تصاویر انفجارها انجام دادن، این فاصله خیلی کمتره. ستون اول این جدول ترتیب انفجارها رو نشون میده، اینکه صدای کدوم انفجار شنیده میشه. ستون دوم زمان انفجار رو در فیلمی که ما آنالیز میکردیم نشون میده. و ستون بعدی فاصله زمانی بین هر انفجار که بسیار کوتاه هستن. و ستون آخر تجمیع فاصله زمانی از انفجار اول تا انفجار هفتمه که میشه حدود نیم ثانیه. داده ها نشون میده که این انفجارها در زمان بسیار کوتاهی اتفاق افتادند و به دلیل پایین اومدن یک سقف بر روی یک سقف دیگه نبوده. حتی اگر سقف همه طبقه ها با شتاب سقوط آزاد ریزش میکردن، به این صورت نمیتونستن پایین بیاد. به عبارت دیگه، ما هفت انفجار نزدیک به هم داریم و یک تخریب سریع، در حالی که ریختن یک سقف روی سقف طبقه پایین باید در زمان طولانی تری اتفاق بیفته. این یک حقیقت فیزیکیه. البته صرف نظر از این تحلیل صوتی، نباید فراموش کنیم که شاهدهای زیادی وجود صدای مهیب رو تایید کردند. در لحظات آخری دو سه تا انفجار بسیار شدید هم در طبقات بالا ایجاد شد و همون یکی از عوامل بسیار زیاد تخریب ساختمون بود. بعد از اینکه دود سفید اومد، یه انفجار بسیار مهیبی بود، یعنی صداش حتی موج انفجارش یه تکونی هم به من داد. البته هنوز نکات مهم دیگه ای هم هست. مثلا الگوی پخش شدن آوار در پلاسکو بسیار شبیه اتفاقیه که در تخریب‌های مهندسی شده میفته. یعنی ریختن کل آوار روی نقطه‌ای که ساختمون روی اون ساخته شده. دلیل این اتفاق هم اینه که آسیب کمتری به ساختمون‌های اطراف وارد بشه. چون در نمونه‌هایی که ساختمون بر اثر تخریب بخشی از سازه کج میشه، همیشه آسیب به ساختمون‌های اطراف وارد می‌کنه. نکته عجیب دیگه پیدا شدن مواد مذاب در باقی مونده های ساختمونه، نکته ای که در گزارش ملی پلاسکو بهش اشاره ای نشده.
در فیلم هایی که وجود داره میشه مواد گداخته و مذاب رو دید. این تصویر گدازه هایی که در زیر تخریب ساختمان پلاسکو هنوز روشن هست. علاوه بر این در اخبار رسمی هم وجود مواد مذاب و فلزات گداخته تایید شده. وجود این مواد یک سوال اساسی رو پیش میاره. چطور ممکنه که فولاد با آتش سوزی در یک ساختمون ذوب بشه؟ دمای لازم برای اینکه آهن یا فولاد ذوب بشه 1500 درجه سانتیگراد هست. یعنی 500 درجه بالاتر از دمایی که گرمترین آتش سوزی میتونه تولید کنه. که معمولاً آتش‌سوزی‌ها به همین 1000 درجه سانتیگراد هم نمی‌رسند. 1000 درجه دمای بسیار زیادی برای آتش‌سوزی در یک ساختمانه. به احتمال زیاد دمای حاصل از این آتش‌سوزی در حدود 500 درجه سانتیگراد بوده. بنابراین این آتش‌سوزی نمی‌تونه پیدا شدن این همه فلز ذوب شده در باقی مانده ساختمان‌ها رو توضیح بده. تنها فرض باقی مونده برای وجود مواد مذابی مثل این استفاده از مواد منفجری که قدرت ذوب کردن فلزات رو دارن. ترمایت بهش میگن، مواد حرارتزایی که اخیراً استفاده میشه برای تخریبای کنترل شده. اینا ستونای مرکزی رو در واقع حذف میکنن با این ترجیز مواد منفجره و ستونای چون ستونای داخلی هست میشه ستونای خارجی به سمت داخل هدایت میشه و این باعث میشه ساختمون روی خودش فرو بیاد. عدم وجود شفافیت و پاسخگو نبودن و یا بدتر از همه پاسخهای متناقض مسئولین بیشتر باعث شایعه پراکنی میشه. درسته. در حالی که بهتر بود مسئولان به جای ادعاهای متناقض شفافتر عمل میکردن و اجازه میدادن یک هیئت مستقل این فاجعه رو بررسی کنه. درسته. اما گزارش ما در بخش آخر برنامه ادامه پیدا خواهد کرد با بگو شهرها برسونید، ما بی کسیم، ما آتش کشان ها بی کسیم. ما میزان دارایی های شهرداری رو در هیچ کدوم از بخش ها نمیدونیم آقای چمران. اگر شما که 15 سال اینجا هستیم میدونید به ما بگید. اینجا باید جمع بشه یه ساختمون فاخره انشالله تو مجموعه ساخته بشه. به آخرین بخش از رپورتاج این هفته خوش اومدید. حادثه پلاسکو خسارات جانی و مالی زیادی به همراه داشته برای تمامی افرادی که تو این حادثه صدمه دیدن. بریم ببینیم بازندگان و برندگان این حادثه کیا بودن و چه رسیدگی هایی به قربانیان این فاجعه انجام گرفته. در جریان حادثه پلاسکو مسائل مبهم زیادی هست که نیاز به تحقیق مجدد و پاسخگویی مسئولان مربوطه داره. از سخنگوی آتش نشانی تهران در مورد گزارش تد بولتر و همکارانش پرسیدم، ولی با شنیدن این پاسخ به نظر میرسه بعد از ماها کم کم این موضوع داره به دست فراموشی سپرده میشه. من اصلا در جریان گزارش نیستم. بعد پلاسکو یک سال این گذشته، الان بعد یک سال مال یه دانشگاهی یه چیزی منتشر کرده، اصلا من نمیدونم با چه ماهیتی و با چه روی کرده بوده. تنها واکنش رسمی به نکات مبهمی که تا به اینجا بررسی کردیم واکنش رئیس تیم گزارش ملی پلاسکو محمد تقی احمدی بوده که پاسخ روشنی به سوال‌ها نداده، بلکه بیشتر به اطلاعاتی ارجاع داده که فقط خود تیم حقیقت‌یاب به اون دسترسی دارند، مثل نتایج آزمایش روی مواد یا یافته‌های مدل‌سازی کامپیوتری آتش‌سوزی پلاسکو یا متهم کردن گزارش حقیقت‌یاب آمریکایی به اینکه یک گروه جنجالی هستند. گزارش رسمی از سوال‌های اصلی تفره رفت و حتی آتش‌نشانان هم از بحث و بررسی واقعه در کلاس‌های آموزشی منع شدند. توی نامه اتوماسیون اطلاعیه دادن که توی شبکه‌های مجازی صحبتی از پلاسکو نکنید. بهشون هشدار داده شد و بچه‌ها گفتن که اگر این کار می‌کنید حراست دنبالتون میاد و باعث میشه که خب از کار برکنار بشید و نمی‌دونم تبعات دیگه‌ای که براتون داره. تبدیل کردن فاجعه پلاسکو به یک مسئله امنیتی مثل همیشه منجر به این شد که بازار پخش شایعات داغ بشه. برای فهم این موضوع فقط کافیه نگاهی به این نمودار در سایت تابناک بندازیم. این جدول نشون میده که در این واقعه فقط ظرف 4 روز 20 خبر متفاوت منتشر شده که حداقل یک بار تکذیب شدن. متاسفانه حادثه پلاسکو نمونه از سردرگمی و عدم شفافیت خبریه. یکی از دلایلی که باعث شد حادثه پلاسکو بعد از مدت‌ها همچنان زنده باشه رها شدن آسیب دیدگان حادثه است و از میون اونها
آتش نشانان مهمترین قربانیان این اتفاق بودند. در اثر این حادثه 16 آتش نشان جون خودشون رو از دست دادن. قربانی شدن آتش نشانان تنها به حادثه پلاسکو محدود نمیشه. اونها سالهاست که با کمبود تجهیزات مشغول به نجات شهروندان هستن. اما تا فاجعه پیش نیاد مشکلات رسانه‌ای نمیشه. بگو شهر برسونید، ما بیکسیم، ما آتش نشانا بیکسیم. ما اگه همین چند تا مدیرم نداشته باشیم بدبختیم. مشکلاتی که اغلب به شهرداری مربوطه. پرداخت نشدن بودجه کافی برای آتش نشانان موضوع جدیدی نیست. اما جالبه که بعد از این فاجعه رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران فاش کرد از بودجه 500 میلیارد تومانی آتش نشانی موجود که کفاف نیازهای آتش نشانی رو نمیداده 200 میلیارد اون رو هم شهرداری به آتش نشانی پرداخت نکرده. برای اینکه بیشتر متوجه ابعاد مشکل بودجه و مسائل مالی در شهرداری باشیم فقط کافیه یادآوری کنیم که در همین سال که آتش نشانی با این مشکلات مالی سر و کار داشته سازمان بازرسی اعلام کرد شهرداری تهران 2200 میلیارد تومان اموال مردم رو به افراد خاص داده. ما میزان دارایی‌های شهرداری رو در هیچ کدوم از بخش‌ها نمی‌دونیم آقای چمران. اگر شما که 15 سال اینجا هستید می‌دونید به ما بگید. وقتی من میزان دارایی‌های این سازمان رو ندونم دارایی‌ها بذر و بخشش میشه. یک نوع فساد مشخص قراردادهای نجومی اونجا وجود داره. اشخاص خاص دارن بهره‌مند میشن. اطلاعاتشون در اختیار ما قرار نمیدن. بازنده دوم در این ماجرا کسبه هستند که بیشتر اونها همه زندگیشون رو از دست دادن و تا الان هیچ وعده‌ای برای جبران خسارات عملی نشده. تجمع کسبه ساختمان پلاسکو برای سوگندی دادن به رئیس بنیاد مستضعفان آقای سعیدی ها که به دروغ میخواد این ملک رو بالا بکشه و مردم رو آواره بکنه. وعده های رنگارنگی طی یک سال و چندین ماه به کسبه داده شده. از پرداخت وام 300 میلیونی دبیر کل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری گفت پرداخت تسهیلات 300 میلیونی به کسبه ی ساختمان پلاسکو در صورت آماده شدن ضمانت ها 10 روزه پرداخت می شود. تا استمهال بدهی وام هایی که کسبه قبلا داشتند و همینطور بخشش بدهی های مالیاتی. کلیه افرادی که در مجتمع پلاسکو فعالیت میکردن بدهی مالیاتی ناشی از فعالیت کسبی اونها در همون مجتمع که تا سال 1394 بدهی داشتن اونها را مورد بخشودگی قرار دادیم. اما متاسفانه هر بار که من با یکی از این کسبه صحبت کردم هیچ نشانه ای از رضایت از مسئولان و بعدها پیدا نکردم. اصلا وام 300 میلیونی فعلا به یکی از 600 کسبه تعلق نگرفته. تو مصوبه های هیئت دولت استمهال وام ها بود، یعنی کسبه هایی که از بانک ها وام گرفته بودن بنا بود که 2 سال متوقفشون کنن، سود ندن بهشون. بعد از 2 سال یه سودی رو سود و بخش یه بخشش رو 50% دولت بده، 50% رو بانک بده که هنوز اتفاق نیفتاده. ما همه کاسب هستیم، به خاک و گل نشستیم. مشکل دیگه کسبه مربوط به بخش سالم پلاسکوه، موضوعی که رسانه ها مدت ها پوشش ندادن و صاحبانشون هنوز حق استفاده از اونها رو ندارن. کسایی که صدای ما رو میشنوید در این مکان میخوان حق و ناس مردم رو که 286 تا مقادر سالمه میخوان پایمال کنن. ساختمون پلاسکو در واقع یک ساختمون به شکل حرف ال انگلیسیه که ضلع شمالی اون تخریب نشده. بیشتر از نیمی از کسبه پلاسکو در این بخش فعالیت داشتن و بنیاد تصمیم میگیره که این بخش رو هم متوقف کنه تا کل زمین رو تبدیل به یک مرکز جدید بکنه. نظر کسبه گویا این هستش که مثلا با تقویت و مقاومت سازی یه ستون امکان استفاده از این هست. شما این رو هم رد میکنید؟ نه بله کاملا. اونجا باید جمع بشه یه ساختمون فاخر انشالله تو مجموعه ساخته انشالله. این بخش بنابر اظهار کسبه سالمه و حتی سازمان مهندسی هم سالم بودن اون رو تایید کرده. شورای شهر
و سازمان میراث فرهنگی هم تخریب بخش شمالی رو بی دلیل دونستن و از اصرار بنیاد مستضعفان برای تخریب این بخش اظهار تعجب کردند. کسبه و آتش نشانان قطعاً بازنده های اصلی فاجعه پلاسکو بودند. اما این فاجعه با همه ابعادش فرصت های جدیدی رو برای کمپانی ثروتمندی مثل بنیاد مستضعفان ایجاد کرد. در سالگرد ساخت پلاسکو اعلام شد زمینی به ابعاد 4200 متر به اسم پارکینگ اکبر به زمین پلاسکو ملحق بشه تا مرکز جدیدی احداث بشه. بنیاد قبول کرد و همت کرد برای اینکه زمین همون پارکینگ اکبر رو اضافه بکنه. جالبه که تا قبل از اعلام این خبر صاحب این زمین بیخبر از این تصمیم و فروش زمین بوده و عدم رضایت خودش رو هم از این ماجرا اعلام کرده. باید در نظر داشت که قیمت زمین برای پلاسکونشینان متری 200 میلیون تومانه که اگه بر این اساس قیمت زمین رو بسنجیم، قیمت زمین پارکینگ در مجاورت این ساختمون میتونه چیزی حدود 1000 میلیارد تومان باشه. اما با وجود این قیمت و نارضایتی صاحب ملک، بنیاد نهایتاً موفق شد طی جلساتی که با قوه قضاییه داشته از طریق اجرای احکام کل زمین رو به مبلغ 3 میلیارد و 800 تومان بخره و یک نزاع طولانی بر سر مالکیت زمین رو به نفع خودش خاتمه بده. حالا بنیاد صاحب کل زمینی هست که به شکل سرقفلی به کسبه واگذار شده بود و حالا تصمیم گیرنده نهایی برای آینده پلاسکو بنیاده. این مسئله در کنار وعده هایی که بر حل مشکلات کسبه داده شد منجر به اعتراضات دامنه‌دار کسبه شده، چیزی که همچنان ادامه داره. ماجرای پلاسکو بعد از ماها هنوز تموم نشده. شاید علت اون دست کم دو چیزه. اینکه پرسش‌های زیادی در ذهن مردم شک گرفته که به درستی جواب داده نشده و اینکه مردمی که قربانی این بی‌تدبیری‌ها شدن به درستی مورد حمایت نبودن و خسارت‌هاشون جبران نشده. متاسفانه همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، حادثه پلاسکو باعث شده 4000 نفر شغلشون رو از دست بدن و به خاطر بیمه نبودن این ساختمون جبران خساراتی هم براشون در نظر گرفته نشه. گفته شده از بین 676 مغازه‌ای که به طور کامل توی این حادثه سوختن، فقط 11 واحد تجاری بیمه داشتن. امیدواریم صدای کسبه پلاسکو از طریق گزارشاتی که ما دریافت و پخش می‌کنیم به گوش مسئولان رسیده باشه.